احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه شدن. آقای علوی، لغو پروازهای لوفتانزا و خطوط هوایی اتریش چقدر میتونه در انزوای جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی مؤثر باشه؟ البته بسیار مهم است این اقدام و تأثیر بسیاری خواهد گذاشت، کما اینکه از واکنش مقامات رژیم رو هم میشه این رو فهمید، اعتراض به این اقدام شده. اما به خاطر داشته باشیم که صنعت حمل و نقل هوایی بسیار حساسه و البته بنگاه هایی که در این صنعت فعال هستند بسیار شبیه این هستند. طبیعتاً وقتی لوفتانزا و یا حتی هواپیمای اتریش پروازهاشون رو قطع میکنن، سایر شرکت های هواپیمایی هم مترصد این میشن که این اقدام رو تعقیب بکنن و رصد بکنن، و البته به محض اینکه احساس ریسکشون بالا بره طبیعتاً همین اقدامات رو به اجرا بذارن و پروازهاشون رو متوقف کنن. و البته بیاد بیاریم خود این توقف پروازها یک نشانه است از اینکه اقتصاد ایران دچار یک فشار بیش از پیش میشه. چرا؟ برای اینکه این فعالیت ها نشان میده که آیا بازرگانان رفت آمد میکنن به ایران یا نه. آیا فرض بکنیم کشور عرصه امنی برای سرمایه گذاری هست یا نه، بنابراین میشه انتظار داشت که تأثیر بگذاره هم به رفت آمد بازرگانان، فعالیت های اقتصادی، قیمت ارز و حتی صادرات و واردات. بنابراین اثرات فوری و سریعی دارد و البته اثراتی که در میان مدت و بلند مدت ظاهر میشه. خب آقای علوی، فاکس نیوز هم گزارش داده که مقامات جمهوری اسلامی در تلاش هستند برای تهیه پاسپورت کشورهای اروپایی برای اعضای خانواده های خودشون. فکر میکنین کشورهای غربی و کشورهای اروپایی چقدر مقامات جمهوری اسلامی رو در این زمینه همکاری و همراهی خواهند کرد با توجه به شرایط جاری در ایران؟ خب نمیشه به طور قطعی اظهار نظر کرد. بسیاری از این خانواده ها پیش از این اقداماتی کردن، زمین سازی کردن. آقازاده ها با پدیدش آشنایی داریم، اونها پول خارج کردن از ایران. منتها اون چیزی که میتونه تصمیم مقامات غربی رو برای جلوگیری از این فرار و البته فرار ثروت های ایرانیان رو مانع بشه، نه تصمیم گیری خود این مقامات، بلکه فشار ایرانیان است که در خارج از کشور هستن با فرضاً تظاهرات یا ارتباطات یا اینکه فعال کردن نهادهایی که اونجا دارن تا این مقامات رو به هر حال مجبور بکنن به این کار. و الا این مقامات به هر حال ابتدا به ساکن تمایل چندانی ندارن به سختگیری. چرا؟ برای اینکه این کشورها پذیرای پول این آقازاده ها یا خانواده این مقامات هست. بنابراین این اقدام نهادهای ایرانیان خارج از کشور هست که میتونه مؤثر باشه برای اینکه این ناقضین حقوق بشر، این غارتگران اموال عمومی متوقف بشن و نتونن از امکانات دنیای آزاد استفاده بکنن. دنیایی که به هر حال اونها محروم کردن دیگران رو از دسترسی به اون، و با اختناق در ایران الان دارن تلاش میکنن که فرار کنن از ایران. بنابراین ابتکار عمل با ایرانیان است که خارج از کشور هستن و البته رسانه‌های مثل شما میتونن نقش بسیار مهمی بازی بکنن. خب آقای علوی، اشاره داشتین به ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی. خب جامعه ایرانیان خارج از کشور چه اقداماتی میتونن در این زمینه انجام بدن؟ اگر کوتاه پاسخ بدین. بسیاری از ایرانیانی که خارج از کشور هستند الان خودشون جزء فرضاً اعضای دولت‌ها، مدیران بالایی سازمان‌ها یا فرضاً جزء مقامات قوه مقننه هستند. اینها میتونن با فشار به هر حال مجامع غربی و همچنین نهادهای حقوق بشری ایرانی خارج از کشور میتونن با هر حال تظاهرات، با اعتصابات فعال بکنن و نقش خودشون نشون بدن تا این مقامات به هر حال وادار بشن به این کار. و البته به لحاظ قانونی هم این امکان وجود داره، منتها قانون بدون فشار نهادهای مدنی نمیتونه مؤثر باشه.